بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنیده بود که باز این بار دعوت نیست، شنیده بود که این بار باز دعوت نیست. کشید از ته دل آه و گفت قسمت نیست. بیا به داد دل تنگ ما برس ای عشق، اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست. غمی هست در دل جا ماندگان کرب و بلا، غمی هست در دل جا ماندگان کرب و بلا، که هرچه هست یقین دارم از حسادت نیست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت دارم فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت همه عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم السلام، مخصوصا به قلب‌های اندوهگین و جامانده‌های از کاروان اربعین. ان شاء الله که به زودی زود با رفع همه موانع همه ایمان ظاهر حرم و بارگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم السلام باشیم. با کمال امتنان و افتخار با برنامه مصباح الهدا ویژه برنامه ماه سفر مهمان نگاه‌های ناب و نورانی شما خوبان هستیم و در قرار این دوشنبه شب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی کارشناس مسائل دینی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین طاعات عبادات و عزاداری ها را مرحمت کند و چنانچه شما فرمودین توفیق زیارت ابا عبدالله علیه السلام با عافیت به همه بیننده های محترم و عزیزانی که عاشق ابا عبدالله هستند عنایت بفرمایید. الله آمین. سلامت باشین استاد. خیلی ممنون از حضورتان و خیلی خوشحالیم که در این شب میمون و متبرک در خدمت شما هستیم. جناب استاد، امشب قرار بر این شده که پیرامون اربعین صحبت بکنیم. بله. محوریت بحث ما پیام‌های اربعین هست. بفرمایید این که اربعین برای جهانیان و مسلمانان چه پیام‌هایی را داره؟ بله. خب بسیار بحث مهم و با اهمیتی هست به خاطر اینکه امروزه واژه اربعین و زیارت اربعین یک واژه جهانی شده. بله، همگانی. و حتی کسانی که شاید مسلمان نباشند یا در کشورهای دیگر زندگی بکنن ولی از این واژه یک احساس خوب به ذهن اونها هست و بسا هست که در این راه پیمایی عظیم شرکت بکنن. بله. اما اون نکته‌ای که مهم هست و ما میتونیم به عنوان یک درس و پیام از جریان اربعین و زیارت ابا عبدالله استفاده بکنیم اونه که انسان‌ها در این جریان و راه پیمایی عظیم اولین پیامی که خود اونها دریافت میکنن و به بقیه بله این پیام را عنایت میکنن پیام محبت است. به خاطر چی؟ به خاطر این که یک کسی وقتی به زیارت کسی میره او از سر عشق و شوق است. بدون شک. شما به یک کسی پول بدین که این گریه بکنه، گریه با پول درست نمیشه. حتی اگر یک عده گای مثلا شاید عزیز یادن از دست بره بخوان با پول عده ای رو بیارن که در مراسمشون شرکت بکنه و سوز دلی که بعد داشته باشم نداره، اما نام حسین ابن علی که برده میشه عشق انسان جاری میشه. بله، همه از خود میدانه. بله. بله. یا او فردی که شاید با اندک پولی که جمع کرده ببینیم از اون طرف عالم حرکت میکنه و خودش به این جریان و این حرکت عظیم میرسانه
پای پیاده روزها گاهی کف پاها حوله میکنه به تعبیری زخم میکنه ولی حرکت میکنه بحنی. یا او پیرمرد و پیرزنی که برای مدتی در خود کربلا یا جاهای دیگر پولی اندکی جمع کردن همون رو به عنوان یک موکب درست میکنن یا بله نظر نیازی اینا همه پیام حبه، پیام محبته و اصولا دین و دین اهل بیت، پیروان اهل بیت، دین اسلام دین محبته. یک وقتی یک کسی به حضور امام صادق علیه السلام رسید به همین نوی که حال ما میبینیم زائرها که پیاده حرکت میکنن، خب بالاخره پای اونها گاهی زخمی برمیداره. ای به امام عرض کرد که کف پای من بالاخره مجروح شده، آیا اجری هست برای این حرکتی که من کردم؟ آفرمودن که 100% اجری هست. حل دین الا الحب، مگر دین یک چیزی غیر از محبته؟ حتی ما از این به تعبیری راحت تر بیان بکنیم، گاهی در روایت داره که یک کسی در خانه برادر مؤمن خود می رود به عنوان دیدار، به عنوان دوستی و احوال پرسی. و اینجا در روایت دارد که بسیار خداوند با عظمت از این فرد یاد میکنه و گناهان اونو میبخشه. خب وقتی یک کسی از گوشه و کنار جهان پای پیاده با عشق و شور حرکت میکنه، این نشانه محبته. بله. و اتفاقا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من از شما مزد طلب نمیکنم، اجری که برای هدایت شما کشیدم قل لا اسالکم علیه اجرا، اجر و مزد مادی از شما طلب نمیکنم الا المودت فی القربا. پاسخ به این ندای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر فرمودن که در دنیا که این محبت خداوند به انسان‌ها عنایت میکنه، در یک روایت داریم که اگر خداوند خیر کسی را خواسته باشد محبت حسین را در دل او قرار میده و محبت زیارت حسین را در دل او قرار میده. پس معلوم میشه هر کسی در هر گوشه و کنار عالم که دل او برای حسین ابن علی میتپه، قطعاً زائر امام حسین، عشق حسین ابن علی داره، محبت حسین داره و محبت زیارت حسین داره، بدانه که این یک لطفی است از جانب خداوند که خداوند در قلب او نهاده. محبت امام حسین علیه السلام. بله، من یک روایت خدمت شما بیننده محترم عرض بکنم. این خیلی زیبا هست. وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حبی و حب اهل بیت نافعون، محبت من و محبت اهل بیت من نفع میدهد. در دنیا که میبینیم سبب هدایت میشه. فی سبع مواطن، در 7 موطن و جایگاه بعد از ای عالم که احوالهن عظیمه، بسیار او 7 جایگاه خیلی مهم است و خیلی خوفناک است. در او جاهای حساس این محبت سخت رو باید پس بله مثل یک به تعبیری نوری می آید و انسان را یاری میکنه. یکی عند الوفات، وقتی که آدم از این عالم لحظات مرگ که بسیار حساس هست، وجود مقدس امیر مؤمنان تشریف میارن و این محبت در کیفیت جان دادن انسان و راحت جان دادن او بسیار تأثیر گذاره. که من حالا این روایاتش رد میشم به خاطر اینکه یک مقدار بحث های دیگر میشه برسیم. 2 ول قبر، داخل قبر که انسان رو میگذارن. ما بر اساس روایاتی که داریم، آیاتی که داریم، آدم وقتی از این عالم به عالم قبر میره که برزخ گفته میشه، نابود نمیشه، یک زندگی بین دنیا و آخرت داره تا قیامت که باز انسان ها مشهور میشن به عالم آخرت. در این زندگی عالم قبر محبت اهل بیت بسیار کارساز هست، راهگشا هست. حتی در برخی از حالات عالمان وقتی که داستانهای نقل میکنن، مثلا مرحوم علامه هلی را، پسر ایشان به نام محقق هلی، اینا در خواب دیدن که پدرجان خوب کتابایی که شما نوشتین کدوم یکی از اون کتابها دست شما را گرفت در عالم قبر؟ ایشون فرموده بودم که لولا الفین و زیارت الحسین، 2 چیز به عنوان عامل نجات در عالم قبر بیان کردم. یکی الفین که یک کتابی هست به اثبات ولایت امیرالمومنین، 2000 دلیل بیان کردن در اونجا، و یکی هم زیارت حسین.
بسیار ای که ما در زیارت عاشورا میخونیم که لحظه ورود به تعبیر شفاعت ما را بکنند در قبر، بله یوم الورود. پس ای دو جا که محبت اهل بیت دست انسان را میگیره. سوم فرمود و نشور، وقتی که آدم ها از قبر سر بیرون میکنن و عالم آخرت محیا میشه، او وقتا محبت اهل بیت دست انسان را میگیره. بله. و این در کتاب، وقتی که کتاب به نامه عمل انسان را میدن، که خیلی لحظه مهمی است که آیا به دست راست انسان میدن، به دست چپ انسان میدن، او لحظه محبت اهل بیت سبب میشه که به دست نامه به دست راست بشه، به تعبیر قبولی انسان مشخص میشه. و این در حساب، وقتی که حساب میشه که سنگینی عمل، بله حساب عمل کتاب چیست میشه، او وقت هم این محبت اهل بیت بسیار کارساز هست. سیاره. و این در میزان، وقتی ترازوی عمل، یک روایت داریم که وقتی عمل انسان را میسنجن، گاهی نگاه میکنن که این اعمال سیئه و گناه او بسیار زیاد است و اعمال خوب او کم است. در روایت داریم که پیامبر تشریف میارن و میفرماین که صلوات هایی که بر من فرستاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با همین قید آل که آلم در صلوات باشه، مدام این در ترازوی عمل گذاشته میشه و اعمال حسنه او سنگین تر میشه از اعمال سیئه و گناه او و اهل نجات میشه. و عند صراط، وقتی که از پل صراط عبور میکنه، که سقوط نمیکنه به داخل جهنم نه. و دوزخ. پس این محبت از دنیا، از تولد که انسان را گفتن مستحب به وقت انسان به دنیا میآیه، کام او را با تربت حسین ابن علی بردارن. وقتی مادر شیر میده، با وضو و نام حسین را میبره تا لحظه جان دادن با انسان نه. هست و بعد از این عالم هم دستگیر انسان میشه، هم در هست. دنیا و هم در آخرت. پس چه نعمت بزرگی محبت اهل بیت، یعنی خدا چه لطفی کرده که این وجودهای مقدس را آفریده برای هدایت، انشاءالله که محبتش در دلهای ما زیاد بکنه. بله. بسیار عالی. استاد چه درسهایی را باید از اربعین بگیریم؟ بله. من فکر میکنم که بزرگترین درسی که میتونیم بگیریم از جریان حسین ابن علی، درس هدایت و نجاته. یعنی چی؟ یعنی در زیارت اربعین که مستحب در همین روز اربعین خوانده بشه، به این سوال شما پاسخ دادن که در یک قسمت از این زیارت شریفه میخوانیم که وجود مقدس حسین ابن علی بذل مهجته فیک، ایشان خون عزیز خودشان را در راه خداوند تقدیم کردند، خانواده خودش را تقدیم کردند، تمام دارایی خودش را تقدیم کردند، لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت الضلاله، تا بندگان خدا را از گمراهی و از جهالت برهانن. و باز در یک، چون این دوتا نقل شده، یک نقل دیگری هم از زیارت اربعین هست که سیاره. در او به این رقم آمده که لیستن قضی عباده که من الضلاله و الجهاله و العما و شک و الارتیاب، تا بندگان طوره از گمراهی، از جهالت، از شک، از حیرت و درماندگی نجات بدن، الی باب الهدا. یعنی تمام این خط که نگاه بکنیم، خط هدایت و نجات و رستگاریه. پس ما بزرگترین درسی که میگیریم او اینه که تا میتونیم باید خودمون رو به صلاح علم مجهز بکنیم. چون امام به خاطر چی شهید شدن؟ به خاطر ای که جهالت از بین بره. تا میتونیم باید با کلمات اهل بیت مانوس باشیم، تا راه مبارزه با ظلم رو به ما بیاموزن. به خاطر این که امام، به خاطر این که مردم گمراه نباشن، هدایت به انسانها. پس ما بزرگترین درسی که میگیریم از جریان کربلا و نهضت حسین ابن علی و جریان اربعین، با توجه به اینکه این زیارت در این روز باید بخوانیم و مستحبه، اینه که خط حسین ابن علی، خط اهل بیت را باید پیروی بکنیم تا او مقصودی که امام داشتن، یعنی رسیدن به علم، رهیدن از گمراهی، به او نائل بشیم. بسیار عالی. استاد چی باعث میشه که
ای اربعین این همه عظمت پیدا بکنه، بله. این همه شور و عشق و اشتیاق را ایجاد بکنه. یک حالت را به آدم ایجاد میکنه که وقتی اربعین فرا میرسه انگار که یک گم شده ای را داری، دنبال یک چیز را میری. یعنی اگر مثلا در اربعین به راهپیمایی اربعین شرکت نکنی انگار که یک گوشه از کار میلنگه. آدم یک احساس کاملا متفاوت را داره. شخصا خودم مثلا یک احساس را دارم که انگار تازه از سر پارچه امتحان بلند شدیم، آمدیم بیرون. دوستم از این سوال میکنه که آقا امتحان را چیکار کردی؟ چی شد؟ قبول شدی؟ نمره آوردی؟ اگر نرفته باشم اربعین مستمی میشه که نمره نیورده باشم و خجالت میکشم به عشقی بگم ناکام شدیم، نمره نیوردیم. این عظمت، این بزرگی از کجا به وجود میاد؟ آفرین. خب سوال بسیار زیبای فرمودین. عظمت رو خداوند ایجاد میکنه. ای که ما در یک روایت داریم که بعد از هر نمازی 4 تا دعا هست که اونا خوانده بشه، مثلا سوره حمد خوانده بشه، آیت الکرسی خوانده بشه و یکی هم چند تا آیه است که یکی همین آیه که تو عز من تشا و تو ذل من تشا. بله هم از شونه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بله خدا میفرماید که به انسان که ای اعتقاد داشته باش که مالکیت عالم از آن خداست. بله. چه هستی که به عزت میرسانی؟ ولی اینن دقت بکنیم که خداوند با کسی فامیل نیست. بله. قوم نیست، همه بندگان خدایند. بر اساس تقوا و بر اساس بندگی خدا انسانها به خداوند تقرب میجویند و مقرب میشن. خداوند در ازل قبل از اینکه انسان را خلق بکنه این موجودات شریف را اهل بیت معصوم علیه السلام را میدانست که وقتی اینا را خلق بکنه با اختیار خود فرمان خدا را اطاعت میکنن و لذا این عزت را خداوند به اینها داد. و باز برای اینکه انسانی به ذهن او خطور نکنه که این عزت شاید به گزاف بوده، خداوند در دنیا سخت‌ترین امتحانها را از اهل بیت معصوم علیه السلام گرفت و اینها در امتحانهای بزرگ پیروز و سربلند بیرون آمدن. بنابراین این عزت خداوند به خاندان اهل بیت وجود مقدس حسین ابن علی مرحمت کرده و این عشق را خداوند در قلب اهل بیت، در قلب پیروان اهل بیت قرار داده که قلبها به سمت اهل بیت مائلن. من یک مثال به شما خدمت شما عرض بکنم. ببینید یک روایت داریم که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن خداوند سبحان امامت ما را یک عاملی برای دوری از تفرقه قرار داده. این خوب دقت بکنیم این چی رقم میشه. این ما در جریان کربلا و اربعین میبینیم. ببینید مؤمنین در کل جهان پراکنده هستند، در قاره آسیا، در قاره آفریقا، در قاره اروپا. اینا یک چیزی عامل اتحاد اینها میشه. اون چیه؟ اون یک روح بزرگ است، یک عشق بزرگ است به نام حسین. مثل این دانه های تسبیح که یک نخ اینها را به هم وصل میکنه. ای که فرمودن امامت ما را خداوند عاملی قرار داده برای ای که تفرقه از بین بره. این درسی که ما میگیریم از جریان حسین ابن علی که عامل اتحاد و عامل وحدت جریان حسین ابن علیه. یعنی جهان باید به این نقطه برسه که عامل اتحاد و وحدت پیروی از اهل بیت علیهم السلام. و این جریان فکر میکنم که زمین ساز میشه برای حرکت جهانی وجود مقدس امام زمان علیه السلام. بسیار عالی. که عدل جهانی ره ایجاد میکنن. خیلی عالی. استاد اگر اجازه بدین پول ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم بعد در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز و گرامی مثبت 964-780-255-40-13 پل ارتباطی میان شما و برنامه هست. میتونید هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که آدرس های ما رو در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن رو فراموش نکنید تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان عزیزان بیمه شده باشد.
در خدمت شما استاد. در روایات های زیاد را داریم که از علامت و نشانه های مؤمن ای هست که زیارت اربعین میره، در اربعین به زیارت امام حسین میره. یک چرایی در اینجا نهفته است، ای و او چی هست؟ چرا مثلا ای یک علامت و یک نشانه برای مؤمن قرار داده شده؟ آفرین. خب من این روایتش خدمت شما بیننده محترم عرض بکنم، به خاطری که خود روایت اهل بیت نورانیت میاره. کلامکم نور. یک روایت هم داریم که اگر گاهی قلب انسان احساس میکنه که کدورت پیدا کرده، جلای او به اینه که یک کلام معصوم، یک کلام زیبا بشنوه. داره اهمیت و از یک آدم مهمیه. این روایته که شما فرمودین وجود مقدس امام عسکری علیه السلام بیان فرمودن، که در این روایت زیبا پنج علامت برای مؤمن بیان کردن که یکی همین زیارت اربعین هست. ها فرمودن که علامات المؤمن خمس. ها علامات مؤمن زیاده، در این روایت پنج تا اشاره شده. اولی فرمودن صلات الاحدا والخمسین، نماز 51 رکعته که نماز واجب با نماز مستحب در مجموع واجبات و نافله ها میشه 51 رکعت، که اینم اشاره بکنیم. بالاخره ما به عنوان پیروان اهل بیت، خب این سیره اهل بیت باید داشته باشیم. یک محب اهل بیت به امام خودش اقتدا میکنه، همون رقم که حسین ابن علی در ظهر عاشورا نماز خواندن، ما هم در وقتی که به بازار هستیم با آن همه مشکل بهش اقتدا کردن. بله، به جماعت هم خواندن تا بله. میتوانیم باید ما این نماز که حسین ابن علی به خاطر نماز قیام کردن، به خاطر دین قیام کردن. یا وجود مقدس حضرت امیر در یک جریان داره که آماده جنگ بودن، یک فرد از امام از توحید پرسید. بله. اصحاب گفتن ای چه وقت سوال کردن است، امام مشغول نبردن و ذهن امام درگیر افکار جنگ، شما از توحید میبرید. توحید یک کلاسی لازم دارد، یک جایی که صنفی باشد، آرامشی باشد. امام فهمیدم که نه، بگذارید سوال بکنند. جنگ ما به خاطر توحیده، جنگ ما به خاطر نمازه. و اینه که ما باز در زیارات اهل بیت میخونیم که، یا در زیارت حسین ابن علی که جناب جابر نقل کرده، بله، در زیارت اربعین میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاة، شما نماز را به پا داشتی. خب پس یکی اینه که زیارت نماز میخونه، بله، مؤمن اهل نمازه. و دو زیارت الاربعین، از علامت های مؤمن زیارت اربعین هست. سیار. سه و تختم بالیمین، انگشتر به دست راست خودش میکنه. و تعفیر الجبین، پیشانی رو بر خاک میماله. یک روایت زیبا داریم که بل، یک وقتی که شیطان از درگاه خدا رانده شد، بعد گفت که من به عزت خدا قسم خورد که از چپ و راست و روبرو و پشت سر حمله میکنم و او رو وسوسه میکنم، بل، گمراه میکنم. فرشته ها گفتن خدای این انسان خیلی در به تعبیر گرفتار میشه، از چهار طرف حمله میکنه، سمت راست، سمت چپ، مقابل، پیش رو و پشت سر، دلشون سوخت به انسان. خدا فرمود دو طرف نقل نکرد، بله، طرف بالا و طرف پایین. یعنی اگر سر به آسمان، دست به آسمان کنه یا الله بگه، یا سر بر زمین بگذاره و سجده بکنه از خدا بخواد، ما او رو به تعبیری حاجتش میدم و تنها نمیگذارم. سیار. پس این پیشانی بر خاک نهادن و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اینه سیار. که بسم الله استاد رحمن... اگر اجازه بتین، بله، بعد از اینکه برین، قبل از اینکه، بله، برین به او دوم سومی، یک میان برنامه، بله، رو ببینیم، بله، انشاءالله در ادامه در خدمت شما هست. بیننده های عزیز و گرامی، به اتفاق هم دیگر میان برنامه رو میبینیم و پس از میان برنامه با ما همراه باشید. رسید انتظار آخرای سرورم، محیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا سرم، به سوی حرم ایا سرورم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا صاحب، خیلی خوشحال شدیم شما رو دیدیم. بفرمایید از کجا هستید، از کجا آمدید، به کجا میرید؟ من میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان از دربار خدای متعال خواستگارم.
فامیلی ما حسینی است از شهر مقدس قوم، انشالله روانه سرزمین کربلا هستیم انشالله، و از ولایت بهسود میدان آره از سادات افغانستانیم، و شما هم تشکر میکنم، بلکه ما کاری نیستیم از شما تشکر کنیم، انشالله خدا امام حسین از شما تشکر می نماید، انشالله در روز قیامت همه با مولا امام حسین انشالله محشور بشیم، انشالله جهت سلامتی همه زائرین عتبات عالیات صلوات و عزیزانی که خدمت گذار هستند در این مسیر شب روز زحمت میکشن صلوات خاتم بفرمایید. خب آقا صاحب چرا این زیارت این ایام انتخاب میکنید شما؟ ایام دیگه چرا نمیرین؟ حالی ایام میرین؟ خب این یه چیزی است که مثل نماز جمعه رو میفرماین که نماز عبادی و سیاسی است. امروز باید دنیا بفهمن که امام حسین کیه، و وقتی هم که مهدی موعود بقیت الله العظم مردم امام حسین رو بشناسن، یعنی دنیا بشناسن، بعد مهدی موعود هم که بیاد بگه من فرزند حسینم، اول حسین باید در دنیا شناخته بشه که دنیا هم بشناسن، باید بیشتر بشناسن. بله اون موقع مهدی موعود هم که بیاد میگه من فرزند حسینم، تا مردم زودتر اطراف آقا جمع بشن و آقا را انشالله حمایت بکنن، انشالله که از منتظرین آقای انشالله باشیم و در رکاب حضرتش انشالله به شهادت برسیم. موفق باشین انشالله، بخیر برین، بخیرم پس بیاین، خدا انشالله زیارت های شما رو قبول کنه انشالله. خوش شدیم دیدار شما، خدا حافظ شما، خدا حافظ شما، بخیر برین انشالله، بخیر برین، خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت دوستای بزرگوار هستیم که از افغانستان آمدن، ببینیم کی هستند و از کجا آمدین. محمد یاسین نظری هستم، از کابل آمدیم. چند نفر هستید؟ ما تقریبا 44 نفر در مجموع هستیم، یک اتوبوس. سلام علیکم و رحمت الله. قبل از این معرفی کنیم خود را، از همه عزیزانی که در اینجا مستقر هستن، خدمت زوار هستن، تقدیر و تشکر میکنیم. داشتیم به امید خداوند انشالله که بعد از این هم از کدام مشکل انشالله که بتانیم را پیمایی را با آخر برسانیم. قصد دارین تا کی بمانین کربلا؟ تا چه روزی برنامه تونه؟ انشالله رحمان در جمع 10 روز را ما برنامه ریزی داشتیم که در همین 10 روز عتبات عالیات انشالله زیارت ها را به کاروان انشالله بروند. جناب آقای نظری خدمت شما عرض شد که شما خب با این کاروان از اول همراه بودین، هم قدم بودین، حس و حال دوستان را چه رقم دیدین؟ از کابل که حرکت کردین تا اینجا آمدین مشهد، جای مختلف، یکم توصیف کنین حال و وضع روزشان از چه رقم بوده؟ چه رقم؟ همه عزیزان مشتاق زیارت عتبات عالیات و مرقد مطهر آقا امام حسین علیه السلام هستند، و با شروع شوق زیادی از اونجا ثبت نام کردند تا این مرحله ای که تا اومدیم، واقعا سختی های زیادی رو در بین راه تحمل کردیم، منتها با شروع شوق الان از شما سوالم بکنیم دیگه ما خسته نیستیم، الحمدلله تا حالا خوب اومدیم تا این قسمت را را، و از این بعد انشالله از آقای امام حسین میخواییم که یاری بکنه این زوارشو تا در پیاده روی که مد نظر داریم از نجف تا کربلا انشالله همه سرها به کربلای محلا برسن. برنامه مذهبی کاروان چیه؟ چی کارای کردین؟ برای چی کارای میکنین؟ چی برنامه دارین؟ انشالله رحمان ما تا همین جمع که اومدیم از مشهد مقدس برنامه های زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام کاروان بردیم، و اونجا برایشون برنامه های معرفی حرم حضرت رضا، معرفی آقای امام رضا علیه السلام، و در خصوص خود مقام و فضائل حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، و بعد سلام نامه هایی که برای حضرت هست برای دوستان تلاوت کردیم، و برنامه روزه و اینها رو با دوستان داشتیم. همچنین به بین راه تا اینجا که آمدیم ما در هر قسمت مرحله و مرحله
ما برنامه های داشتیم، برنامه روزه داشتیم، برنامه مدعی در بین موتر که دوستان در موجو به چوکی آشیشته بودن، ما برنامه های روزه خانی داشتیم در داخل موتر و در صبح آدینه امروز که ما در بین راه بودیم برنامه دعای فرج و دعای عهد را داشتیم که در ضمن زمزمه دعای عهد باز مدعی و عرض حال و شور خاصی که ایجاد شد در اون صبح که همه در بین موتر با اون شوق و اشتیاقی که داشتن به سوی کربلا در حرکت بودند، اشک‌ها از همه چشم‌ها جاری بود و با یک شوق خاصی گویا که اصلا اینها وارد یک فضای معنوی و وارد یک روزه ای از روزات بهشت می شوند با این گونه شوق در حرکت و همچنان اشک ریزان و حال بسیار خوبی بود که حقیقتاً بسیار زیبا بود برای خود من. تشکر میکنم از انستاد اربعینی که واقعا زحمات زیادی رو میکشن برای زائرین امام حسین. خدا اجرشون رو مضاعف عنایت بفرمایه. موفق باشید. بخیر برین ان شاء الله، بخیر بیاین ان شاء الله. خدا حافظ شما آقای رئیس مصر. بخیر برین ان شاء الله. آزاده باش اگرچه نباشی ز اهل دین. آزاده باش اگرچه نباشی ز اهل دین. بر خون تپید و گفت به عالم چنین حسین. بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. ادامه ای برنامه مصباح الهدا را به گونه زنده و مستقیم بیننده هستید. سپاس از شما که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. جناب استاد، بحث ما پیام های اربعین بود و سوال این بود که چرا نشانه مؤمن زیارت اربعین قرار داده شده و حدیث از امام حسن العسکری علیه السلام قرائت فرمودید و توضیح و تفسیر حدیث بودید؟ بله، این حدیث هم به اشاره کردم که در این حدیث شریف 5 علامت گفته شده. بله. یک نمازهای روزانه بود که با مستحبات و 51 رکعت میشه. یکی این بود که زیارت اربعین میخوانه یا به زیارت اربعین تشریف میبره، به زیارت حسین ابن علی. یکی انگشتر در دست راست میکنه، یکی پیشانی بر خاک مینهه میگذاره و یکی هم بسم الله را بلند میگه. این هم یک روایت داریم که بسم الله را بلند بگین، حتی در نماز مستحبی مثل نماز ظهر و نماز عصر مستحبه که بسم الله را بلند بگیم. خود این بسم الله باز یک روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام داریم، خیلی زیبایه. راوی میگه من در معنی بسم الله را پرسیدم که بسم الله یعنی چی؟ آقا فرمودن بسم الله یعنی ای که من خودم یک علامت میگذارم. سیارالی؟ علامت چی؟ علامت بندگی خدا. بعد یک بزرگوار این رقم تفسیر میکرد این حدیث شریف، میگفت که در یک زمان مثلا زمانهای قبل یک شاهان خاص یا به تعبیری دولتی های خاصی بودن که اینها یک اسب های ویژه داشتن. این اسب ها را اینا یک علامت میگذاشتن، یک موری به پشت این اسب ها میزدن، اینا در بین جنگل ها رها بودن، کسی به اینها آزار نمیرسان. او دزد های به تعبیر سرگردنه و راهزن ها وقتی اینا رو میدیدن با اینکه علاقه داشتن که اینها رو دزدی بکنن و خب دنبال مال خوب میگشتن دیگه، اینا هم اسب های بسیار مرغوبی بود. بله. ولی وقتی به این مهر نگاه میکردن گفتم خب نه، خطرناکه، با دولت نمیشه طرف شد، این مال فلانی هست. بله، شخصیت های دولتیه. بله. او وقت این بزرگوار میگفت که وقتی انسان بسم الله میگه با همین توجه که من علامت بندگی خدا رو بر خود مینهام میگذارم. بله. شیطان جرئت نمیکنه به سمت او بیاد. بله. یعنی شیطان با که خیلی علاقه داره، یک پشتوانه قدرتمند داره. بله. میگه این بنده خدا شده، این علامت خدا بری است، خدا مدافع حقوق او هست، خدا مدافع او هست، من اگر به طرفی برم خداوند به تعبیری من را نابود میسازم، ناکام میشم، کار نمیتونم انجام بدم. بس این بسم الله هم خیلی عظمت داره، یعنی با همین نیت که انسان بگه من وقتی بسم الله میگه یعنی من بنده خدا هستم و مارک بندگی خدا بر وجود خود، بر سینه و بر قلب خود گذاشتم و میگذارم. خب حالا در بین این 5 تا زیارت اربعین هم گفته شده. شاید یک سرش ای باشه که خب خیلی ها نماز میخوانن، حتی اونایی که حسین بن علی را کشتن اونا هم نماز خواندن.
بله. پس این نشانه مؤمن نمیشه. پیشانی بر خاک گذاشتن هم همین رقمه. خب اونهایی هم که در مقابل حسین ابن علی بودن، اونا هم پیشانی بر خاک گذاشتن، اونا هم بسم الله میگفتن. بله، اما فرق است بین این. اونا هم انگشتر به دست داشتن. پس بنابراین او چیزی که بین اینا مشخص میکنه یک مؤمن، او ولایت اهل بیت. و این زیارت حسین ابن علی نشان میده که یک کسی که در کنار اعمال عبادی خود، مثل نماز خواندن، در کنار اعمال بندگی خود که علامت خدا رو بر خود میگذاره، بسم الله میگه من بنده خدا هستم، در کنار تمام افعالی که انجام میده، ولایت اهل بیت که همو خط و صلات مستقیم خداوند است، که خداوند فرمود ما تمام اشیار در امام مبین در سوره یاسین هست قرار دادم، فرمودن امام مبین یعنی امام معصوم علیه السلام، جاده مستقیم خدا هست که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همون ولایت اهل بیته. حسین ابن علی اگر در بین افعال و کردار ما حب حسین ابن علی، حب اهل بیت، ولایت اهل بیت بود، ای تکمیل کننده باقی اعمال انسان میشه. بس بنابراین ای که زیارت اربعین گفتن علامت مؤمن هست، یا همون روایتی که وجود مقدس امام رضا فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی، میگه در نیشابور وقتی که حضرت آمده بودن، محدثین گفتن که خب شما تشریف ببرین یک روایتی که ما استفاده بکنیم. بالاخره اهل علم بودن، فرمودن حدیثی که من از پدرم شنیدم، از پدرشان تا میرسد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که جبرئیل امین که خداوند فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، هر کس بگه لا اله الا الله وارد قلعه و دژ من میشه، و اگر وارد قلعه من شد یعنی توحید رو پذیرفت، ای امن من عذاب، به عذاب خدا گرفتار نمیشه. یکی هم که حرکت کرد قافله و شطور، فرمودن به شرط ها به شروط ها و انا من شروط ها، یعنی ولایت اهل بیت، حب اهل بیت، این شرطه، همه چرا مشخص میکنه. بله مشخص میکنه. بله. پس بنابراین یک کسی که حب حسین ابن علی دارد، حب زیارت دارد، دوست حسین ابن علی است، عاشق زیارت حسین ابن علی و باقی اهل بیت علیه السلام، این معلوم میشه که بر خط هدایت هست و او شرطی که خداوند فرمود شرط توحید ولایت هست، او را با خودش داره. بسیار عالی. اگرچه از اهمیت زیارت گفته شد، از اهمیت زیارت امام معصوم، اما در قسمت بیشتر بیان بفرمایید که زیارت امام حسین و زیارت امام معصوم دارای چه اهمیت هست. من فکر میکنم که اگر همی بسر یک 10 جلسه بس بکنیم، باز وقت کم میاریم، ولی تناسب این که خب روز عرب این بوده مختصر و باز هم عاشقان اهل بیت در گوشه و کنار جهان قلب اونها میتپه برای زیارت حسین ابن علی، بیشتر این اشتیاق اونها افزون بشه. و من اینم هم اینجا خدمت شما عرض بکنم که اگر عزیزی به این زیارت امسال موفق نشد، ما یک روایت داریم که از هر جایی که هست به سمت قبله رو کنه، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، و ثواب زیارت رو خداوند به اون مرحمت میکنه. گرچه رفتن به سمت کربلا باز او ویژگی خاصی داره که اشاره میکنیم، ولی حداقل یک روز به تعبیر روز یک بار یا روز 5 بار بعد نمازها اگر کسی ای ذکر شریفه بگه، ای سلام رو بگه، از زیارت حسین ابن علی هر شد دلت باشه خودت هم همون جایی. بله. در یک روایت داریم که در بحث اهمیت زیارت، وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودن ان لکل امام عهدا، هر امامی، هر امام معصوم که 12 امام معصوم داریم، عهدی دارد، پیمانی دارد، فی عنق اولیائه و شیعته، در گردن دوستان خودش و شیعیان خودش، و ان من تمام الوفا بلعهد و حسن الادا زیارت و قبوره. بله. پایبندی به او عهد اینه که در زمان حیات او امام به کلام امام اقتدا بکنه، به رفتار امام، و بعد از رحلت امام و شهادت امام به زیارت قبور امام معصوم علیه السلام بره. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، کسی که با اشتیاق
و میل و شوق حرکت کنه به زیارت قبر امام علیه السلام و تصدیقاً به ما رغبو فی و تصدیق کنه خط اهل بیت، کلام اهل بیت، روش اهل بیت ره، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، ائمه و امامان در قیامت شفیع او میشن. بسیار. این نسبت به زیارت کل قبور اهل بیت علیه السلام. اما نسبت به زیارت حسین ابن علی علیه السلام، من دوست دارم که یک چند تا روایت به خصوص خدمت شما عرض بکنم. بسیار. هرچند که میدونم که اینا مثل یک به تعبیر قطره آب است از یک دریای بیکران، ولی خب توان ما در واقع همین قدر. بله. امام صادق فرمودن من اراد الله له یا بهی الخیر، کسی که خداوند خیر او را خواسته باشد، قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارته، در قلب او خداوند محبت حسین و محبت زیارت او را قرار میده. خب پس این نشان دهنده خیرخواهی خداوند به او کسیه که عاشق زیارت حسین ابن علی است. باز فرمودن ما من احد یوم القیام الا وهو یتمنى، در قیامت هر کسی که نگاه بکنیم آرزو داره، آرزو میکنه که کاش زار الحسین، ای کاش من در دنیا زیارت میکردم حسین ابن علی را. چرا این میگه؟ لما یرا، به خاطر او که میبینه، لما یسنه، با اون کرامت هایی که میشود به زوار الحسین علیه السلام. خدا آنقدر به زوار حسین ابن علی در قیامت کرامت، عنایت، لطف میفرماید که حتی اونایی که در دنیا موفق نشدن، به شاید غفلتی بوده یا زمینه فراهم نشده، آرزو میکردن که ما هم به زیارت حسین ابن علی در دنیا کاش نائل میشدیم. در روایت دیگر فرمودن من زار قبر ابی عبدالله علیه السلام، اگر کسی حسین ابن علی را زیارت بکند، که من زار الله فوق عرشه، ای به منزله این است که خداوند را در فوق عرشش زیارت کرد. خداوند که جا نداره، ولی اگر دوست داریم به ملاقات خدا بریم، چون خداوند ملاقات حضوری به این معنی که به تعبیری جسم باشد دیده بشه که نیه. پس یعنی کمال قرب انسان پیدا میکند وقتی که به زیارت حسین ابن علی علیه السلام مشرف بشه. بله. باز در روایت دیگر فرمودن که من اراد ان یکون فی جوار نبیه، ای کسی دوست داره که در قیامت در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، و جوار علیین، در کنار وجود مقدس علی علیه السلام باشد، و فاطمه، در کنار فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، فلا یدع زیارت الحسین، زیارت حسین ابن علی ره ترک نکنه. زیاد نه. میتونه هر سال بره، میتونه سالی دو بار بره، نمیتونه دو سال یک بار بره، یعنی تا فرصتی فراهم شد، عربعین نشد، یک وقت دیگری، نیمه شعبان، روز عرفه، شب جمعه، هر رقمی که توانست در طول سال، بله شد. و باز فرمودم لو یعلم الناس، اگر انسان ها میدانستن ما چی هست فی زیارت الحسین، در زیارت حسین علیه السلام، من الفضل، او فضل و لطفی که خدا میکنه، لما تو شوقن، از شوق میمردن. یعنی خیلی از اینا رو باز اهل بیت بیان نکردن، به خاطر اینکه یک روایت داریم که یک کسی پیش از امیر آمد گفت که متقین برای من توصیف بفرمایید. فرمودن که متقین کسی که نمازشو بخونه، تقوا داشته باشه. گفت نه، او رقمی که من واقعا با صفات اون آشنا باشم، که از او خطبه متقین خواندم، آخر این از شوق جان داد. یعنی ظرفیت او یک مقداری به نحوی بود که وقتی این صفات شنید، یک صدایی کرد و به تعبیری جان به جان آفرین تسلیم کرد. فرمودن اگر ما او حقیقت زیارت حسین ابن علی رو میگفتیم و میفهمید انسان که پشت پرده های این زیارت چیه و خدا چقدر لطف میکنه، لما تو شوقن، برخیا از شوق میمردن، او تحملش شاید نداشتن. بعد میگه خب بزرگ باشی. راوی میگه خب یه کمیشو بگین، یه کمیشو بگین. راوی مثل که مشتاق بوده. قلت و ما فیه، یک مقدارشو بفهم. قال من زاره شوقن الی، کسی که با اشتیاق بره، عاشق امام باشه، دوست محب اهل بیت باشه، کتب الله له الف حجه متقبله،
هزار تا حج مقبول خدا می نویسه. حالا شاید بزن بیننده ها برسه، خب این همه حج میرن، این ما فعلا نمیتونیم باز بکنیم، یعنی فرصتی بشه فرض دیگری. لطف خدا وقتی بخواد یک بنده که در راه خدا جانش میده، تمام هستیش میده، ای خدا بخواد پیروان او، به دوستان او بده، لطف خدا هیچ کم نمیشه، به تعبیر از حق کسی که خدا نمیده. بله، خودش اختیار مالش داره. بله، خدا مالک هستیه، کل هستی بده به پیروان اهل بیت، کس نمیتونه اعتراض بکنه چون مالک. و ای حسین ابن علی در راه خدا تمام هستی خودش داد، پس فرمود هزار حج مقبول خدا به او می‌نویسه و الف عمره مبروره، هزار تا عمره، چون میدونیم حج در سال یک بار واجبه، ولی عمره شما در طول سال اگر تشم بریم به حج میتونیم شما عمره رو انجام بدین، عمره مستحب یک وقت خاصی نداره، بنابراین هزار تا هم عمره خداوند به این زائر حسین که شوقن حرکت کرده. و و اجر الف شهیدین من شهداء بدر، اجر هزار تا شهید از شهدایی که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بدر به درجه شهادت رسیدن، اجر اونا رو میده. خیلی عظمت داره، اینه که امام فرمودن که دمات و شوقن، تازه این یک پرده گوشه رو زدم کنار، و الف صائمن، ثواب هزار فرد روزه دار خدا به اون میده. حالا او بگیم چرا از زیارت اربعین شده علامت مؤمن، یعنی ای کجا؟ او کجا و ثواب الف صدقت مقبوله، هزار تا صدقه مقبول، انگار که یک آدم هر صبح یک صدقه میده بر دفع بلا، و صدقه قبول شده، هزار تا صدقه مقبوله، و ثواب الف نسمت، و ثواب هزار تا بنده که در راه خدا آزاد کرده، ارید بها وجه الله، که باز اون بنده آزاد کردن هم به خاطر خدا باشد. ای برای کسیه که شوقن، در این روایت داریم که عارفن به حق، حق امام را بفهمه، که اون روایت بعدیه فرمودن که ادنا ما یصاب به زائر ابی عبدالله، کمترین چیزی که خدا به زائر ابا عبدالله علیه السلام میدهد، اذا عرف حقه، این قیدر گفتن، یعنی با معرفت باشد، حق امام را بفهمه. حق امام خلاصش اینه که اطاعت امام واجب است، از جانب خدا تعیین شده، ولی خود امام شناسی یک دریا برس داره، زیارت جامعه کبیره که بخوانیم. خیلی عالی استاد. بله. اگر اجازه بدین یک سوال دیگر هم از خدمتتون پاسخ بگیریم، چون 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی، اولین زائر امام حسین علیه السلام کی بود؟ این بنا توسط چه کسی و چگونه نهاده شد؟ خیلی کوتاه و مختصر. بله، خب اونه که در تاریخ معروف هست، اولین زائر حسین ابن علی علیه السلام جناب جابر ابن عبدالله انصاری بودن، که در تاریخ نقل میکند، راوی میگه وقتی ما با جابر در کربلا بودیم، العشرین من سفر، در روز 20 ماه سفر، فلما وصلنا الغازریه، اختصر، میگه به اون نقطه که رسیدیم جناب جابر غوث کرد، و جریان زیارت را نقل میکنه. این هم خیلی جالبه که وقتی جناب جابر ابن عبدالله انصاری تشریف میبره به اونجا، مشا حافیان، پابرهنه، از اون قسمتی که غوث کرد تا نزدیک قبر حسین ابن علی، حتی وقف عند رأس الحسین فکبر ثلاثا ثم خر مخشیا علی، بیهوش شد. این صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی فرد بزرگواری بوده. بعد زیارت عجیبی میخواند، مقامات اهل بیت رو در اون زیارت مفصل بیان میکند. این به تعبیری سنگ بنای زیارت اربعین گذاشته شد، البته سفارشات اهل بیت علیه السلام، امام صادق علیه السلام و سایر اهل بیت، خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون روایاتی که در فضیلت زیارت بیان کردن و تشویق عالمان دینی و اونهایی که در این خط حتی دست دادن. یه وقتی بود که ظالمان میگفتن اگر که به زیارت حسین ابن علی بری دست تو رو قطع میکنی، اینا سبب شد که دست میدادن و میرفتن این خط رو حفظ کردن و به ما تشکر رسانده. از حضورتان برای ما و بیننده ها هم انشاءالله دعایی داشته باشین، یکی دیگه سلب توفیق نباشیم و در کاروان بعدی اربعین انشاءالله برسیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم عجل لولیک الفرج، اله خدای فرج امام زمان برسان، اله
خدای همه گرفتاری از همه مسلمین، از همه محبان اهل بیت برطرف فرما. زیارات همه عزیزانی که رفتن قبول بفرما. به همه عزیزانی که دوست دارن علاقمندن توفیق زیارت حسین ابن علی را مکرر عنایت بفرما. ما را هم در ثواب زیارت عزیزانی که رفتن شریک بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. تشکر. در جوار حرمش هر کی هست دعاگو بگو، جای ما در وسط صحن فقط گریه کند. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه مصباح الهدا که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک بهمتا می سپارم. ایام به کامتان. وقت خوش. خدا نگهدار.